عربستان، فرد 97 کیلو، بعد از اون ایران، روسیه، فرد 97 کیلو، محمد حسین محمدیان در مقابل ارک دادیاب کاشی خواهم گرفت. این کاشی هم پیش بینی میکنیم اینشانا زود تموم بشه. حتی اندازه خوبه کنم که خب بدل مناسب تری داره. کندیسانان اعلام میکنه جنون فردازی فرقه ما ساده 10-12 و 6-8 روز شنبه 5-7 در خدمتون هست و روز چهارشنبه 10-12 6-8 ساده که طبقه محترم وردش زمین که برای کشور روسیه هم رقابت ها ارسال میشه براشون تقاضا کردن درخواست کردن مون مسائل بیرون مالیش لحاظ میشه و از اون برای کشور روسیه این رقابت ها رو ارسال میکنیم. میپذیم به ادامه کار. یک کشتی در وزن 97 کیلو بین الجزایر و لهستان برگزار میشه با داوری آقای مرتضی زورمند و بعد از اون کشتیگیر کشورمون محمد حسین محمدیان بر روتوشک خواهد اومد و با حریف روس کشتی خواهد گرفت با اریک دزیف. میپذیم به این مبارزه. خب برای کشتی بعد هم وزن 97 کیلوگرم تماشاگران اون که دیگه ساعت 12 رفتن با برنامه‌ریزی قبلشون محمد حسین محمدیان گوینده سالن اعلام میکنه علی دستیف روسیه که کاشگیر ما با دو بندی قرمز و علی دوست با روسیه و آخرین کشی است. قهرمان جهان المپیک پیاده محترم هیئت کشتی استاد مازندران جناب عسکری محمدیان مقدمی اخیر به سالن مسابقات کنامی میدهیم. گوینده سالن اعلام میکنه حضور آقای عسکری محمدیان رئیس هیئت کشتی مازندران و نایب قهرمان المپیک رو به سالن و تماشاگران رو مرتشی قرار میدن. میپرسیم به ادامه کار. یه جوره کشتی یکم گره هم خورده. این الجزایری کشتیگیر قدرتمندیه و بدنش آماده است. کشتیگیر لهستان هم که آمادگی قابل قبولی داره. البته جیغ اعلام میکنه و اصلا میتونه خاک کنه کنده او رو بالا میاره از کار به اون نمیدیم میتونه ضربه فنی کنه داره که زودتر نم نمیتونه یه دو امتیاز میگیره و خاکی میکنه کشکیر لهستان حریف خودشو محمد فردج از الجزایر در مقابل رادوس لاو اینجا یک بار اندازه میزدار میکنه و مفهم باشه یه دو امتیاز دیگه بگیره و کشی رو 6-0 میکنه. رادوسلاو باران رادوسلاو از لهستان 6-0 یه خاک یه دو امتیاز دیگه بگیره که سریعتر افتیر یه فرصت به ما میدم یه جوره تصمیم گرفته شده. تشکر میکنیم واقعا تشکر میکنیم. ساعت 12 بوده کردنش یک ساعت از کندکتور دادن برنامه دیگه و دادن به کشتی. حالا نیم ساعت دیگه هم گذشته و این بیانگر احترام مدیران محترم شبکه ورزش و شبکه 3 و به طور کلی شبکه های ورزشی به مردم عزیز که کشتی رو میدونن دوست دارن بیشک ساراویو که الان همه پای گیرنده ها نشستن مازندرانی همه پای گیرنده ها هستن تا اینکه کشتی دلاور شهرشون در مقابل یه روس قدرتمند توانمند و ببینن پیروزی رو انشالله بتونه پیروز بشه. 6-3 پیش از کشتی باران کشتی از محمد حسین محمدیان فرزند عسکری محمدیان یکی از حساس‌ترین کشتی های این دور از رقابت هاست برای ما. حالا نایفانوف واقعا دیگه در مقابل هادی وفایی پور تلاش کرد کم فروشی هم نکرد اما حریف صد کشتیش بالاست. قهرمان عنواندار جهان المپیک 3 تا مدال جهان المپیک داره در المپیک نظامیان جان طلا گرفته همین کشتی نایفانوف. حمد محمد نجات هم میتونست ببره دیگه 4-3 باخت جوان هست اما محمد نجات ارمنستان خوب برد و یه کشتی دیگه هم که خب اون دو کشتیمون یه کشتی هم ما بردیم روسا رو 65 قیاسی ما برد. میرم برای سیستان استرال نزد مربیان خودشون بعد از اون بعد از سیستان استرال میان و ادامه کار و بعد از اون دیگه در اول کشورمون برای توشک خواهد اومد و یکی از حساس ترین رقابت ها رو
به نمایش خواهد گذاشت. در وقت 30 ثانیه آخرین نکاتو میگم. میاد برای موازا آغاز میشه وقت دوم و آقای زورمند مرتضی زورمند تذکر میده به دو کشتیگیر که کار کنند. دست اشاخ واسم به دوباره کار کردن دستا سعی میکنه شرط برای بعد دیگه دام میکنه زیدیو خام و سعی میکنه این بار خاک کنه که پاشو با عقب پرتاب میکنه. قدرت بدنی بوله دیگه خاک کرده بود در اون فرق نمیکنه دیگه. کشتی هم بگیرن دو دقیقه دیگه تموم میشه و ما میتونیم این افتخار داشته باشیم با گزارش کشتی محمد حسین محمدیان و اریک دردیف. قدرت بدنی بالایی داره این کشتی الجزایری و محمد فردیج شش پر سه پیش هست. یک دقیقه و 45 ثانیه دیگه وقت باقی مونده. بازم دست اشاخ رو دست هم دیگه کار میکنم برای اون دست از اونی که از این لحظه پای گیرنداشون نشستن. خدمتون عرض کنم که رقابت های نظامیان جهان رو در سالن 12 نفری مجموعه ورزشی آزادی در تهران رو شما از آن مشاهده میفرمایید. نیروهای مسلح میزبان مسابقات جهانی هستند با کمک و همکاری فدراسیون کشتی که هر جایی که کاری از دستشون بر اومده و خواستن واقعا فدراسیون کشتی انجام داده. آقای محمد ابراهیمی امامی هم که سرپرست اجرایی و مسابقات هستند. آقای محسن کاوه، آقای جلال عسکری، آقای ابراهیم مهربان در جای کمیته فنی حضور دارن. زمینی که آقای لونت سن نماینده اتحادیه جهانی کشتی از کشور ترکیه داور المپیکی که در المپیک هم قضاوت بسیار خوبی کردن آقای لونسن در سالن در کنار آقای مسلایی پور اینجا برای زیدگی اقدام میکنه. نموفقه. کمتر از 30 ثانیه وقت باقی مونده. کمتر از 30 ثانیه وقت برای مچه با اقدام میکنه کشگیر لستانی باران و دوسلاو. حالا سعی میکنه بالا بیاره. شش امتیاز هم پیش هست. زیر گرفته و آقای مرتضی زورمند میتونه دیگه کشتی رو مواظب است که پاره خطا نکشه. آقای زورمند یک لحظه برای دست ده حمله بشکیره عرضازه سعی میکنه که زیرگیری کنه. پاش از توشک خارج میشه و وقت در این لحظه به اتمام میرسه. 7-3 پیروز میشه کشتی لستان باران رادوسلاو پیروز میشه و موفق میشه به پیروزی از رشمن راه پیدا کنه. آخرین مبارزه امروز صبح، آخرین مبارزه بین محمد حسین محمدیان و اریک دزیاف از روسیه. فعلا تو برد و باخته با روس ها 2-1 هستیم. دوتا روس بردن ما رو، یعنی 57-86 تا 65 تا قیاسی ما برده. حرکت اثر با هم میبینیم. گوهنده سالان اعلام میکنه این هم حرکت های استوک زیرگیری کرد و بعد از اون ما پاسد تفر دلیری